خب این شهر الان اسمش چجوری بود؟ لیوان. آره لیوان. چند وقت شما اینجا این توی شهر؟ الان 3 ماه هست تقریبا. 3 ماه اومدم توی شهر. خب شهر چجوریه؟ خوبه، شهر آرومیه، بد نیست، راحت زندگی میشه. دوستش داری؟ دوستش که نه، دوستش نداری؟ زیاد نه. به خاطر تنهاییش و نبوده ایرانی داخلش. آه. شاید هم باشه، من نشناسم، اما خب خیلی کم هست ایرانی داخلش. آره، کسی آشنا نیست. بزرگترین ضربه که تو شیراز خوردم من به خاطر آبادانی بودنم. چرا؟ چون بد برخورد بامون میشد از همه نظر. یعنی بزرگترین جرم توی شیراز تو زمان جنگ آبادانی بودنه. چرا؟ چی بود؟ چون یه اختلاف انداختن تو بین آبادانی و شیرازی. آه. که اونم متاسفانه از طرف آقای دستقی بود که آب، چون خوزستانی وقتی اومدن جنگ بود، ما هم شیرازی ها بند خدا هم لمس نکرده بودن جنگو. لمس نکرده بودن، به خاطر همین فکر میکرد ما فرار کردیم از شهرمون. و بدترین مهاجرت من همون مهاجرت تو ایران هم بود، از سمت آبادان به شیراز، از خوزستان به شیراز. اونجا بدتر بود یا اینجا؟ مسلماً اونجا. اون لحظه که تصمیم گرفتین از ایران بیاین بیرون چی شد که گفتین اوکی همه اینا میذارم کنارو؟ واقعا ایران جای زندگی نبود برام. یعنی برای مهاجرت که بخوای بیای بیرون، اول که این مسیر مشکلات برام پیش اومد تو ایران، اصلا وارد قضیهش نمیشم. اما واقعا دیگه جای زندگی نبود. چون چه فضایی بود که چه فضایی بود؟ چون انسانیتی دیگه نبود، انسانیتی دیگه وجود نداشت تو ایران. وقتی جایی که هیچی برات نباشه، شخصیتتو خرد کنن، دیگه فکر نکنم جای مونده. حتی با اینکه خیلی سخت بود برام اومدن اینجا، اما تصمیم بزرگی گرفتم دیگه. اون کلا به نظرتون فضای ایران اینجوریه یا برای شما اینجوری بوده؟ نگاه کن، دیدگاه فرق میکنه. با اینکه من از همه نظر اوکی بودم تو ایران، اما احساس میکنم دیگه جای زندگی نیست برای من. جای پیشرفتی دیگه نداره. و اون چیزا همه رسیده بود، اما شخصیتم خرد شده بود. نه من، همه ایرانی ها اینطوری بودن. هیچ وقت یادم نمیره زمانی که اون صدا رو میشنیدم، دود و سیاهی، چون خونه ای که بودیم من دقیقا یه خیابون فقط بینمون بود، بین خونه ما و پالشگاه آبادان. پالشگاه آبادان هم اون موقع بزرگترین پالشگاه خاورمیانه بود. دود و سر و صدا و انفجار و همینا یادمه. یعنی چیزی نیست که هیچ وقت از ذهنم بره. دو تا مرغ عشق داشتم. فکر کنم بعد از 2 سال که اومدم تو اون خونه، خونه پدر بزرگم زندگی میکردیم، تو قفس بودن تو حیاط. هیچ وقت یادم نمیره استخون اون دوتا حیوان بود که از گرسنگی فکر کنم مرده. آره، این همیشه تو ذهنم هست با اینکه بچه بودم. خیلی سخته تو اون بچگی یه همچی چیزی، دوتا چیزی که بهش علاقه داشتی یه دفعه از دست بدی و ببینی هیچی ازشون نمونده، این کم سخته. این هیچ وقت یادم نمیره. سلام بر خونه شما. پس خونه خوبیه ها؟ نه؟ آره. اگه بهتون مثلا دوستاتون یا فامیلتون یا بله، آدم مختلف ازتون بپرسن، باهاتون صحبت کنن، بگن که به نظرتون فرانسه جای خوبیه که ما بیایم و پناهنده بشیم، چی میگی؟ نگاه کنین، نه فرانسه، بحث من اصلا رو کل اروپاست. هر کی بخواد بیاد باید به یه آمادگی ذهنی برسه که بخواد این کار رو انجام بده. آمادگی ذهنی یعنی چی؟ خودش برای خیلی از اتفاقات
آماده بکنم. خواهش میکنم. مثل چی؟ مثل اینکه حتی تو خیابون بخوابه برای یه مدتی. نمیگم حالا تا یک سال، نه، حتی برای یه شب. فکر نکنم کسی بتونه همچی چیزی رو قبول بکنه، بخواد از همه چیزش بزنه و بخواد همچین تجربه رو کسب بکنه. اون هر کی میخواد بیاد اروپا فکر میکنه مثلا بهترین موقعیت براش ایجاد میشه اینجا براشون ریختن، یا هر چیزی میاد اینجا مثلا بهترین اشغالش بکنه. میگه چون کسایی که تو ایران هستن فکر اینو که میکنن که بیان اروپا، فکر اینه که مثلا هر شب تو بهترین دیسکو هستن، هر شب بهترین غذا رو میخورن، هر شب بهترین تفریح رو میکنن و خیلی مسائل دیگه. اما خب نیست این چیزا.